سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. اگه احتمالاً تازه با اکسل آشنا شدید، احتمالاً سوالات زیادی در ذهن شما هست. اول از همه اینکه اکسل چیه؟ به چه درد میخوره؟ آیا تو دنیای امروز با این همین عناصر هنوز اکسل کاربرد داره؟ اگر هم کمی قبل‌تر با اکسل آشنا هستین که احتمال میدم این گونه هستم، حداقل اسم شاید به گوشتون خورده، میخوایم ببینید کاربردهای اون چیه. بازم اگر کمی حرفه‌ای‌تر باشید، بیشتر کار کرده باشید با اکسل، احتمالا براتون این سوال پیش اومده، خب محدودیت‌های اکسل چیه؟ همه اینا رو توی این ویدیو براتون توضیح خواهم داد و چند مثال هم آخر همین ویدیو به صورت تصویری و کاربردی براتون خواهم داشت. با ما همراه باشید. خب سوال اول، اکسل چیه؟ اکسل یکی از مجموعه برنامه‌های آفیس از شرکت مایکروسافت هستش که احتمالاً توی کامپیوترتون دیدین، علاوه بر اون توی گوشی‌های هوشمند هم الان معمولاً به طور پیش‌فرض هست. نباشه هم می‌تونید از گوگل پلی و بازار دانلودش بکنید. و اگه خیلی ساده بخوام بگم اکسل چیه، یک صفحه گسترده است. احتمالاً زیاد شنیدین که اکسل صفحه گسترده است، ولی یعنی دقیقاً چی؟ یعنی تشکیل شده از یه عالم سلول، از یه عالم خونه‌های کوچیک که در اون آنها میتونید اطلاعات قرار بدین، عملیات محاسبات رو توش آسون میکنه و انواع اطلاعات، فقط اطلاعات عددی نیست، تاریخ و انواع اطلاعات دیگه که احتمالاً تو آموزش‌های دیگه به طور کامل بهتون شرح میدم، در اون این سلول‌ها قرار میگیره و شما میتونید با اونا هر محاسبات و هر کاری که نیاز دارید انجام بدید. سوال دوم ما اینه که آیا اکسل به قول معروف هنوز زنده است؟ آیا هنوز کاربرد داره؟ خب همونطور که شاید بدونید، اکسل تحت ویندوز از سال 1987 تولید شده و همینجوری حداقل دو سه سال یه بار داره خودش رو بروز میکنه، خودش آپدیت میکنه و همونطوری که بهتون گفتم روی حتی گوشی های هوشمند ما هم الان اومده. پس اگر که داره انقدر تولید میشه یعنی چی؟ یعنی که نیاز برای اون وجود داره، یعنی که خود شرکت مایکروسافت قبول داره که این برنامه هست کارآمد و همینطوری داره اینو بازنشرش میکنه و داره امکانات و فیچرهای جدیدی بهش اضافه میکنه، پس قطعاً کاربرد داره. شما اگه توی یه شرکتی دارین کار میکنید که حتی جزء شرکت‌های بروز و جدید هست و با میلیون‌ها و حتی میلیاردها دیتا و فکت سر کار دارین، شاید بتونیم بگیم آره اکسل اونجا برای شما کاربرد نداره و باید از برنامه‌های جایگزین مثل تابلو، مثل برنامه‌های اجور و خیلی برنامه‌های SAP حرفه‌ای و اینا استفاده بکنید. اما حتی اگر در چنین شرکتایی هم هستین، شما قاعدتا نمیخواید برای هر کار ساده برید نرم افزار جداگونه بخرید. پس برای کارهای ساده، برای حسابداری‌های کوچیک و برای خیلی کارهای دیگه اکسل مورد نیازه. شاید هم برای همینه که تقریبا هر کسی که میخواد توی شرکتی استخدام بشه معمولا بعد از مجموعه آفیس، اکسل و وورد و پاورپوینت رو اطلاعاتی داشته باشه، حالا بسته به کار اون شرکت کم یا زیاد، ولی به هر حال اینا کاربرد داره و من توصیه میکنم شما به میزانی که نیاز دارین اکسل رو یاد بگیرید. حالا میرسیم به سوال سوم، که کاربردهای اکسل چیه؟ اولین خدمتتون عرض کنم، بسته به تعداد وجود انسان‌ها، خود شما، ما میتونیم کاربردهای زیادی برای اکسل داشته باشیم. چون من براتون چند تا مثال میارم، ولی این شما اینکه میخواییم ببینیم که چه استفاده میتونید از اکسل ببرید. به طور مثال، ساده ترین مثالی که به نظرم میرسه استفاده از اکسل برای حساب و کتاب ها هستش. حالا اگر شما در زندگی شخصیتون دارین استفاده میکنین، حساب کتاب خرجتون، دخلتون، این ماه چقدر درآمد داشتی، چقدر تدینه کردی، کاری که قبلا پدران ما روی یه سررسید انجام میدادن و قطعا چیز جالبی هم نبود، آخر سال هم سررسید رو مینداختن کنار و هیچ کاربردی هم براشون نداشت، در صورتی که شما میتونید سالهای سال، مثل خود من که از روزی که شاغل شدم تمام حساب کتابامو توی یک فایل اکسل قرار دادم با حجم بسیار کوچیک و هر جا هم بخوام میتونم به خودم ببرم و هر وقت که نیاز بشه، که خیلی هم نیاز شده، به اطلاعات گذشته دسترسی داشته باشم. حالا اگه شما در شرکت هستین حساب کتاب اون شرکت، مثلا اگه مسئول انبار یه شرکت هستین حساب کتاب کالاهایی که دارین رو میتونید اونجا نگه دارین. خیلی کاربردیه. اگر که
یک مدیر داریم و داریم کارهای گزارشات شرکت انجام میدیم. به طور مثال میتونیم از اکسل برای درست کردن گزارشات چه در حد یک جدول ساده و چه در حد نمودار خیلی زیبا و پیشرفته استفاده بکنیم. این هم از کاربردهای دومش هست که قطعاً در یک سازمان مورد نیاز هست. مثلا اگر در شرکت هستید برای مدیریت عملیات و پروژه های سازمان میتونید از اکسل استفاده کنید. البته اگر که بخوایم به طور خیلی حرفه‌ای کار کنیم و اگر شرکت خیلی بزرگی داشته باشید حتماً دیدین واحدهایی مثل PMO دارید که از مایکروسافت پروژه و یه سری برنامه های اینگونه برای مدیریت پروژه استفاده میکنم، چون در واقع این حجم از اطلاعات رو نمیشه توی اکسل پیاده کرد. اما اگه شما در سازمان کوچیک هستید دو سه تا پروژه به طور معمول دارید که تا آخر سال میتونید رصد بکنید که به کجا رسیدید و یه کنترل خوبی همراه با گزارش داشته باشید، اینجا هم براتون کاربرد خواهد داشت. حتی اکسل میتونه جایگزین، حالا نگیم جایگزین، به جای مایکروسافت ورد هم استفاده بشه. من خودم به شخصه خیلی وقتا پیش میاد که از اکسل به جای ورد استفاده میکنم. حالا بعد اینکه بیشتر با اکسل آشنا بشید متوجه میشید چرا. برای نقل دادن به اطلاعات شاید خیلی وقتا راحت تر از ورد جواب میگیریم که اونا با اکسل درست بکنیم. و بسیاری مثال های دیگه. حالا من سعی میکنم در انتهای همین ویدیو چند مثال تصویری براتون داشته باشم که شما یه دید کلی از این گزارشات از این کاربرد اکسل داشته باشین، پس حتما با ما همراه باشین. پاسخ به سوال آخر که قولش رو به شما داده بودم، محدودیت های اکسل چیه؟ همونطوری که احتمالا از ابتدای ویدیو تا مشاهده کردیم، برای خیلی از کارهای ما محدودیت اکسل نداره، یعنی محدودیتش در اون حدی است که کارهای ما رو جواب میده. اما به هر حال اگر شک دارین که اون کاربردهای شما رو جواب هست یا نه، من اینجا جدولی روی تصویر رو میدم و توضیحاتش خدمت شما هستم. اونطور که مشاهده میکنید از سال 2007 به بعد، ورژن 2007 به بعد، شما محدودیت حدود کمی بیشتر از 1,000,000 سطر یا اگر رو سطر تناشه نشدین خطی که در واقع دیتاتون وارد میشه توی هر شیت یا هر کاربر روبرو هستید و میدونید که خب 1,000,000 برای خیلی کارها بسیار زیاده. همونطور که میبینید ما همچنین میتونیم 16,384 ستون هم در هر شیت یا همون کاربرگ داشته باشیم که خودتون که سرانگشتی در کنید رو دارن دیگه میبینید که چند تا سیلون میشه که بسیار زیاده. و اگر که براتون این سوال پیش اومده باشه که چند تا شیت میتونید توی یک فایل اکسل ورکگروپ داشته باشین، محدودیتی براش اعمال نکردم، یعنی دقیقا به سخت افزار شما برمیگرد. سی پی ایتون قدرتش چقدر هست، مهمتر از همه رم سیستمتون چقدر گنجایش داره، چه اینا موقت در حافظه نگهداری میشه و سرعت هاردتون به طور مثال یا SSD از نوع جدید یا از هارد فیزیکی قدیمی هستن که اینا همه تاثیرگذار هستش. اما به طور کلی من اصلا به شما توصیه نمی‌کنم که شیت های خیلی زیادی در فایل بذارید. به نظرم به طور ایده‌آل نهایتا بین 5 تا 30 تا 40 تا بهتر هست. درسته شما اگر که شیت ها و کاربرگاه زیادی داشته باشید میتونید اینا رو به روشی که بعدا بهتون خواهم گفت متصل بکنید، اما به هر حال چیز جذابی در نمیاد و ممکنه که این فایل سنگین بشه و یه موقع اصلا کل فایل با یه خطایی که پیش بینی نشده است از بین بره. یه نکته خیلی مهم هم همینجا لازم میدونم ببینید، چون اگر که امیدوارم که اولین ویدیوی از مجموعه آموزش اکسل منو دارید میبینید، بهتره که همین الان این نکته رو توجه داشته باشین که توی ویدیوهای دیگه تکرار نمیکنم. حتما و حتما شما از فایل های مهمتون مرحله مرحله که دارید پیش میرید، حالا معمولا اکسل به طور اتوماتیک اینا را سیو میکنه، اما اگر هم ذخیره نگه شما جز اطمینان اون دکمه سیو رو از اون بالا بزنید یا کلید کنترل به طور همزمان با S رو بزنید تا این فایلتون دائم سیو بشه و یه بکاپ، یعنی یه نسخه شبیه همون یه جای دیگه هارد ازش داشته باشید. چون بارها توی این حدود 17 سالی که من دارم کار میکنم پیش اومده که به هر دلیل فایل از بین رفته و واقعا برای من سخت شده که دوباره اون اطلاعات قبلی به همون شکل برگردونم. و هرچند شما حواستون باشه اگر با PC دارید استفاده میکنید ممکنه برق ناگهانی بره، یا حتی اگر با لپتاپ هم دارین کار میکنید یه دفعه ممکنه دو سه تا نرم افزار با هم دیگه همزمان کار کنن و به قول معروف اکسل شما هنگ بکنه و اون موقع است که دیگه پشیمونی پایین نداره. پس حتما از فایلتون بکاپ داشته باشید. خب دوستان، اولین مثالی که براتون آوردم
یک نمونه از حساب نگهداری درآمد و هزینه شخصی است. اینو به خاطر این به عنوان اولین مثال آوردم که به درد همه ما میخوره. ببینید این فرمی هست که من برای خودم طراحی کردم و شما میتونید هر جوری که دوست دارید با سلیقه خودتون یه چیز مشابه این درست بکنید. همینطور که دقت میکنید تو این بخش اول درآمدها رو آوردم و بعد هزینه ها رو. حالا اینا به طور اتوماتیک حساب میشه و اینجا جمع میشه. حالا بهتون نشون میدم چگونه. مثلا این قسمت هم برای موجودی بانکی و بخش های مشابه اون هست. به طور مثال مثلا من هزینه های شخصی رو توی چند دسته تقسیم بندی کردم، مثلا مواد غذایی، لوازم بهداشتی، پوشاک و همینطور که میبینید چیزهای مختلف. و فرض میکنیم من این ماه مثلا اینم به در واقع به علاقه خودتون برمیگرده که میتونید مثلا به ریز خریداتون رو اینجا بیارین اگر علاقه داشته باشین، همونطور که گفتم مثل پدرانم که قبلا بودن. یعنی که نه، فقط مثلا میخوام ببینم آقا من سوپرمارکت چقدر هزینه میکنم. ببینید من اینجا میذارم سوپرمارکت دیگه، مثلا ندادم ریز چی ها خریدم چون میخوام مثال بزنیم. فرض میگیریم این سری که من راستم 150,000 تومان مثلا سوپرمارکت هزینه شده. اینم برای تعدادم حتی دیدم بخاطر اون چیزایی که تعدادی هست. مثلا فکر کنید نون میخرید مثلا 5,000 تومان 10 تا که خودش محاسبه کنه. حالا اینجا چون اینطور نبود من دونه ای زدم. به محض اینکه من اینجا وارد بکنم تو دسته بندی که قبلا اینا رو آورده بودم اینجا مواد غذایی رو محاسبه کرده. این که میبینید اینجا ارور میده به خاطر اینکه این داره فرمول تقسیم بر صفر انجام میده. هر جا دیدین این ارور رو داد div/0 یعنی که بر صفر نمیشه تقسیم کرد. حالا چرا؟ چون من اینجا در واقع درآمدم رو وارد نکردم. حالا فرض میگیریم مثلا به طور مثال داریم میگیریم مثلا 7,000,000 تومان مثلا درآمد ماهیانه هستش. ببینید به محض اینکه من اینو وارد کردم اینجا اتوماتیک حساب میکنه که تا این لحظه تو این ماه 2% از درآمدتون رو خرج مواد غذایی کرده. حالا من همینطور مثلا میام تو بخش لباس و پوشاک مثلا میزنم پیراهن مثلا 100,000 تومان و حالا مثلا فرض میگیم 2 تا هم گرفتم، میبینید محاسبه میکنه خودش 200,000 تومان و همینطور باز دوباره برگردم به اون اول فرم لباس و پوشاک 200,000 تومان کلا هزینه شده و 2% از حقوق هم هستش. همینطور میگم مثلا شما میخواین داراییاتون رو داشته باشید توی بانک، مثلا 1 و 2 و 3 من زدم اسم بانکاتون رو میتونید بیارید که چقدر مثلا داخل بانکاتون پول دارید، یا حتی میتونید مثلا من یه بخشی رو بذارید که ارزش تخمینی داراییاتون رو داشته باشید که مثلا الان حدودا اگر خونه هستش چقدر ارزش خونتونه، چقدر ارزش ماشینتون یا سهام یا هر چیز دیگه که دارین هستش. یعنی که میخوایم ببینید چقدر هزینه قبوز کردین، این قسمتی برای قبوز گذاشتم. میگم این کاملا یک نمونه هستش که شما میتونید برای خودتون هر جوری که دوست دارین طراحی کنید. اما خوبیش چیه؟ شما الان میبینید به میگن کاربر یه دونه شیت که اینجا من زدم مرداد 1401 مثلا برای این ماه هستش. شما فرض کنید این ماه تموم میشه، یه کپی از این میگیرین، من دکمه کنترل رو نگه داشتم و اینو دارم میکشم، یه دونه جدید با میشه. من اینو میذارم چی؟ شهریور 1401. خب این دوباره همینطور من اینا رو که صفر میکنم. حالا بهتون توصیه میکنم که الان این نمونه بود، یه دونه فرم خالی همیشه داشته باشید که دیگه نیاز نباشه هر سری بیان اطلاعات ماهی گذشته رو پاک کنید. هر سری همون فرم خالیه یه دونه فرم جدید برای ماه جدید ایجاد کنید و دیتایی که مد نظرتون رو وارد کنید. حالا میتونید مثلا من یه دونه کاربگ داشته باشید برای هر سال که جمع کلی اون سال رو توش پیاده میکنید، یه همچین چیزی. فایدهش چیه؟ اینکه شما در یک سال میخواییم ببینید آقا اصلا چیکار کردین امسال، چقدر درآمدتون کلن برای مواد غذایی رفته، یا اگر دوستانی که خدا نکرده سیگاری هستن میخوام ببینم واقعا دارن با زندگیشون چیکار میکنن، چند درصد مثلا برای سیگار رفته. اینا رو ما اینجا کلن میایم پیاده میکنیم. چطور؟ حالا مثلا میتونستم اینجا لینک بدم به اون صفحه قبلی، یا یعنی اینکه من ترجیح میدم که
آخر ماه مثلا بیام درآمدمو از اینجا کپی کنم، کلا شاید 5 دقیقه مثلا وقت ببره بخوام این کارو بکنیم دیگه. تو قسمت درآمدهای مثلا این مرداد ماه بود اینجا مثلا پیس بکنم. ببین اینجا خودش یه سری محاسبات میکنه توی همون مرداد، حالا فرض میگیم چیزای دیگه هم داشتیم همینطور میآوردم اونجا تو بخش درآمد در واقع هزینه ها، مثلا مواد غذایی داشتیم 150,000 که اینم دوباره میارم تو قسمت مواد غذایی مرداد ما پیس میکنم و همینطور الی آخر. وقتی شما این کار میکنید میبینید قدم به قدم داره اینا رو محاسبه میکنه و نکته زیباش اینه که مثلا من برای نمودار هم طراحی کردم که اتوماتیک اگه دقت کرده باشین با وارد کردن هر کدوم این دیتا ها نمودار ها هم تغییر میکنه و آخر سال شما خیلی قشنگ میتونید ببینید که درآمدتون از چه قسمت هایی چند درصد کلن براتون آیدی داشته و هزینه هاتون کجا بوده. مثلا یه حرفه نگاه میکنید آقا شاید 50% هرچی در آورده هزینه لباس و پوشاک کردین، خب این درست نیست. بعد برنامه‌ریزی سال آیندهتون طور دیگه برنامه‌ریزی بکنید که براتون مفید باشه. خب این هم یه نمونه از یه فایلی که حالا دوستان حسابدارمون درست کردن، دیگه وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، همینقدر کافیه که اگر شما جزء حسابدارون عزیز باشین ببینید که خیلی قشنگ تمام چیزهایی که در گذشته روی کاغذ بوده یا هنوزم شاید باشه ولی به طور اتوماتیک تو اکسل میشه طراحی بشه، خیلی کارا رو راحت بکنه. اینجا الان شما میبینید تو این شیت صورت سود و زیان ها رو داره، به طور نمونه مشخصش خالیه، نمیدونم صورت سود و زیان جامعه رو داریم، صورت وضعیت مالی رو داریم با همه مشخصاتی که شما میبینید دوستان حسابداری کاملا آگاه هستن، یا حقوق مالکانه، جریان های نقدی و همینطور که میبینید اینجا پر از شیت های مختلف هستش که شما که اگه جزء حسابداران باشید حالا یا هر شغل دیگه خیلی بهتر از این رو میتونید خودتون طراحی کنید. این فقط به عنوان نمونه هستش. خب و بعد در آخر براتون دو سه تا داشبورد نمونه میارم که چطور اطلاعات مالی رو تبدیل به داشبورد های زیبا میکنن که برای مدیران بهتر هستش. حالا اینجا مثلا یه بخشی به عنوان واحد بودجه سازمانی بوده، این دیتا رو که به طور ماهیانه اومدم وارد کردم بودجه قسمت مختلفشون رو، علاوه بر اینکه اینجا بالا آوردن و یه نمودار کوچیکی نشون دادن که چطور مصرف شده، یک حالت داشبوردی زیبا هم اینجا در یک نگاه آوردن. یا در این داشبورد که برای محصولات مختلف در واقع طراحی شده که اونا رو بشه خیلی سریع در یک نگاه با هم دیگه مقایسه کرد که مثلا شاخصهای که برای اون طراحی کردن و میانگین فروشش و به طور اتوماتیک که اون شخصی که در این داشبورد میبینه مثلا محصول یک که انتخاب کنه تمام این نمودارها تغییر میکنه، کسی که محصول دو رو انتخاب میکنه، محصول سه، محصول چهار، محصول 5، همه اینا رو همتون جدول بالا میتونه ریزش رو ببینه که مثلا تو چه ناحیه‌ای چطور فروش داشته و همینجا رو به طور تصویری در قسمت پایین. یا این داشبورد ساده که حالا ما از سایت خارجی براتون دانلود کردم به عنوان نمونه، یه جوری مثل قبلیه میمونه، خیلی طراحی ساده ولی قشنگی داره که مثلا پرادکت نام محصول ایشون توی سه قسمت به این درصدها فروخته شده و اینجا داره نمایشش میبینه. حالا اگر ما محصول بی رو انتخاب کنیم همینا تغییر میکنه برای اون محصول که مدیر در یک رأس نگاه میکنه ببینه وضعیت کلی چطور بوده، محصول سی و همینطور محصول چهار. خب دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، تا دلتون میخواد از این نمونه ها هست و شما میتونید برای خودتون هم طراحی کنید.